سلام شنبه سی اردی به 96 20 می 2017 میلادی در مورد سه موضوع امروز صحبت میکن موضوع اول این که بالاخره بعد از چند هفته تب و تاب انتخابات آقای روحانی با 23.5 میلیون رای از مجموع 41 میلیون و 200 هزار رایی که به صندوق ریخته شد یعنی با 57 درصد آرا پیروز شد آقای رئیسی با 15 میلیون و 800 هزار 38 درصد آرا رو به دست آورد 16 میلیون نفر هم رأی ندادند یک میلیون هم رأی باطله تقریبا بوده مجموع آقای میرسلیم و هاشمی تبا هم کمتر از آرای باطل است و حدود 1.5 درصد آراست شب گذشته که به تعبیر یکی از دوستان حدود هفت ساعت در تونل وحشت بودیم بالاخره به انتهای تونل رسید و بعد از هفت ساعت نفسگیر این نتیجه از اتاق تجمیع آرا یا اتاق زایمان وزارت کشور بیرون اومد دوبار آقای جهانگیری به وزارت کشور رفت از طرف آقای روحانی و یه بار اول حتی جوابی هم به خبرنگاران نداد اما آقای وحید حقانی از طرف آقای ای به اتاق تجمیه آرا رفت که همه میدونن حرف ایشون حرف آقای خامنه است و در واقع وزنه آقای خامنه ای از ترس مخالفت مردم و وحشتی که هنوز از جنبش سبز داره موفق شد که جلوی کودتای بخشی از سپاه رو بگیره البته گفته میشه حتی همین اعدادی هم که اعلام شده کمی دستکاری شده و رأی آقای روحانی بیش از این هم بوده ولی به هر حال هرچه بود آقای روحانی در دور اول برنده شد و به رأی اکثریت مردم احترام گذاشته شد این از امروز در واقع باید گفت که آقای روحانی کار اصلی شروع میشه کاری که جلوی حکومت اقلیتی که خلاصش این است که رهبر پرست ضد دنیای مدرن طرفدار بسته بودن فرهنگی و واپسگرایی است اون هم با یک مزه پوپولیزم و عوام گرایی باید که بتواند جلوی این اقلیت حاکم که بسیاری از مواضع اصلی قدرت رو در دست داره و آقای خامنه ای رو هم پشت سرش داره بتونه که قلبه بکنه البته این جناح این اقلیت حاکم درون خودش هم اختلافات جدی داره بسیاری از فرماندهان سپاه رو من اطلاع دارم که مخالف بودن هنوز عدد قطعی ندارم ولی حتی رأی صندوق شهرک شهید محلاتی که بسیاری فرماندهان سپاه اونجا زندگی کنند نشون میده که آقای روحانی حتی اونجا هم در صندوق بیشتر رأی آورده شبیه اتفاقی که در دوره آقای خاتمی افتاد آقای روحانی در برنامه هاش که در زمان انتخابات نوشت مهمترین قسمت هاش مثلا در سیاست خارجی روی شکاف اروپا و امریکا حساب کرده که البته به نظر من کارآمدی نداره برای اینکه اون دوره ای که آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی این سیاست رو میتونست پیش ببره امریکا هنوز این ماشین تحریم رو طراحی نکرده بود ولی امروزه بعد از به خصوص تحریم های ایران به تدریج امریکا موفق شده یک ماشین تر تحریمی درست بکنه که خیلی خوب براش در دنیا کار میکنه و تجربه دو سال گذشتم نشون میده که اروپایی ها کمپانی های اروپایی بانک های اروپایی حتی سیاستمداران اروپایی نمیتونند حریف این ماشین تحریم بشن و مثلا بیان ایران سرمایه گذاری بکنن یا آقای روحانی در ایجاد اشتغال نوشته از طریق کارگاه های کوچک و متوسط و شرکت های نوپای اینترنتی و گردشگری و جذب سرمایه داخلی و خارجی مسیری که به نظر نمیرسه بتواند مشکل بیکاری کشور رو حل بکنه و تا مسئله بانک در داخل ایران بانک های ورشکسته و بانکداری در خارج از ایران با بانک های جهانی حل نشه اولین قدم در راه حل مشکل اشتغال قابل برداشتن نیست و اینکه ایشون میخواد یک سوم و یک چهارم حد اقل دست رو به جوانان بین 23 سال تا 30 سال در دوره کارآموزی بده شبیه همون 250 هزار تومن آقای قالیباف موضوعی است که باز هم نه در توان دولت هست و نه اینکه تازه جوانی کارآموزی دید و کرد بعدش باز جذب بازار کار شدنش احتیاج به ایجاد اشتقاد داره بنابراین آقای روحانی با مسائل جدی روبروست که بخش های فرهنگی اون اجتماعی اون موزلات پیچیده‌ای که سر راهش هست همه اونها به نظر من قابل حل اگر در حوزه اقتصادی بتواند قوی محکم حرکت بکنه و معضلات اصلی اقتصاد ایران رو حل بکنه ایجاد اشتغال از طریق آشتی با دنیا جذب کنسرسیوم های بزرگ بانکی و اصلاح بانکداری در ایران راه اندازی پروژه های بزرگ خاکی راهسازی و جاده سازی حل مشکل مسکن از طریق ایجاد زمین در کشور و تسهیلات بانکی و مواردی از این قبیل راهکارهایی است که عملی است به شرط اینکه آقای روحانی به مردم واقعا تکیه بکنه و در مقابل اقلیت حاکم بخواهد از نیروی مردم استفاده بکنه و مثل این انتخابات اونها رو به عقب برونه موضوع دوم اینکه در واشنگتن دو روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز با افشاگری در خصوص آقای ترامپ یکی صحبت از ارتباط یکی از نزدیکان آقای ترامپ با روسها کرده که فرد تحت نظر اف هستش موضوعی که خطر گوش آقای ترامپ خواهد بود و دیگری این صحبت آقای ترامپ که خصوصی به روسها گفته آقای کامی رئیس برکنار شده اف دیوانه بوده موضوعی که باعث شده آقای جیمز کامی قرار است که روز سهشنبه به کمیته اطلاعات سنای امریکا بره علنی شهادت بده از ملاقاتش با آقای ترامپ و اینکه آیا او بالاخره گفته تحقیق راجع به فلین رو متوقف بکنه یا نه موضوعی که اگر آقای کامی شهادت بده از مصادیق استیزاه یک رئیس جمهور به گفته میشه مشاورین حقوقی آقای ترامپ به او توصیه کردند وکیل شخصی بگیره به خصوص با انتصاب آقای مولر در رأس کمیته تحقیق از سوی قوه قضاییه امریکا و شهادتی که قرار آقای کمی بده چرا که امکانی حتی استیزاه شدیدتر شده در این شرایط آقای ترامپ به سعودی سفر کرده برنامه ای که در سرد دیدار با حکام سعودی حکام شش کشور خلیج فارس و حکام بیش از هفته کشور اسلامی که به ریاض رفتند و اصل موضوع هم تدارکات گسترده است که سعودی ها دیدند در حوزه های اطلاعات گرفتن همکاری های اطلاعاتی سطوح نظامی و سطح افزایش تحریم ها و فشار اقتصادی علیه ایران یک اتحاد بزرگی که کار رو بر جمهوری اسلامی و از ایران بسیار سختتر خواهد کرد اما موضوع آخر این که خبرگزاری فارس عکس شناسنامه آقای میرسلیم و موقع رای دادن منتشر کرده بود که شناسنامه قبلی و شاهنشاهی دست ایشون بود به قول یکی از جوانها که نوشته بود اصلا این آقای میرسلیم خبر داره در کشور انقلاب شده یا نه اندک سر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی